سیلیکاری یا خبرنگار توسط نگهبان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات. گشت زنی هواپیماهای بی سرنشین بر فراز افغانستان خشم طالبان را برانگیخت. واکنش تکان دهنده طالبان. امر بالمعروف طالبان در بدخشان آلات موسیقی را با آتش کشید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به خبری که این لحظه و دسترس ما قرار گرفت. هجوم حشره خرک در سمنگان. ساکنان ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان میگویند که در بخشی از این ولسوالی حشره موسوم به خرک یا خرخاکی هجوم آورده و آنان را با درد سر مواجه کرده است. به گفته آنان این حشره ها در روستاهای آسیا آباد و گادی ها زندگی مردم را دشوار کردند. یکی از باشندگان ولسوالی حضرت سلطان یک شنبه بر روزنامه اطلاعات روز گفت که حشره های خرک با تاریک شدن هوا بر خانه های آنها هجوم می آورند و پیش از طلوع آفتاب دوباره به کوه ها می روند. باشندگان این ولسوالی ها می گویند که آنان توان مبارزه با این حشره ها را ندارند و حکومت طالبان باید برای نجات مردم اقدام کند. به گفته منابع در روستاهای آسیا آباد و گادی ها نزدیک به 500 خانواده زندگی می کند. این روستا در نزدیکی مسیر بزرگراه مزار شریف سمنگان قرار دارد. مسئولان محلی طالبان در سمنگان به تماس خبرنگار روزنامه اطلاعات روز برای گفتگو در این مورد پاسخ نداده است. خشونت در برابر خبرنگاران. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که اسماعیل آزاد، گزارشگر تلویزیون محلی صلح در هرات، در انگام پوشش مراسم خاکسپاری مجیب‌الرحمن انصاری با برخورد تند رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت روبرو شده و هم مورد خشونت فیزیکی نیز قرار گرفته است. به گفته مرکز خبرنگاران، این رویداد روز گذشته در گذرگاه شهر هرات رخ داده است. یک منبع محلی و مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از اعتراض تند نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، به اسماعیل آزاد به خاطر پوشش تصویری از محل خاکسپاری، نگهبان آقای حقانی دوبار باسلی به صورت این گزارشگر زده است. در ویدیوی پخش شده از این رویداد دیده می شود که اسماعیل آزاد در برابر این برخورد اداره محلی طالبان معترض و خواستار پاسخ نعیم الحق حقانی است، اما او با بیخیالی به راه خود ادامه می دهد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که بر اساس قانون رسانه های همگانی که حکومت امارات اسلامی آن را قابل اجرا اعلام کرده است، مسئولان حکومتی نه تنها حق ایجاد مانع و محدودیت به خبرنگاران را ندارند، بل باید از کار آنها پشتیبانی کنند. ادامه گشت زنی هواپیماهای بی سرنشین بر فراز افغانستان. ایالات متحده آمریکا در روزهای پایان حضور نظامی خود در افغانستان در هفتم سنبله سال گذشته پس از انجام حمله هوایی بر یک خانه رهایشی در نزدیکی فرودگاه کابل که در آن دست کم 10 تن که بیشترشان کودکان بودند کشته شدند افغانستان را ترک کرد. ماها بعد در روز یکشنبه 8 اسفند 1401 هواپیمای بی سرنشین آمریکایی هدفی را در منطقه شیرپور شهر کابل مورد حمله قرار داد. دولت آمریکا ادعا کرد که در این حمله ایمانوئل زواهری رهبر شبکه القاعده را کشته است. تنها این دو حمله هوایی آمریکا در یک سال گذشته به طور رسمی تایید شده، اما در کنار این رسانه ها از انجام کم از کم 3 حمله هوایی دیگر از سوی آمریکا در خاک افغانستان گزارش دادند. بر اساس گزارش ها حمله هایی که ادامه شود از هوا انجام شده در تاریخ های 17 ثور، 15 اسد و ماه حمل سال جاری در ولایت های غزنی و هلمند صورت گرفته، اما این حمله ها از سوی منابع رسمی تایید نشده است. با این همه گشت زنی هواپیماهای بی سرنشین در فضای افغانستان همچنان ادامه دارد و حکومت امارات اسلامی آن را تایید کرده و خانه توقف آن است. بلال کریمی از معاونان سخنگوی امارات اسلامی و سلام وطندار می گوید هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در فضا هستند و حضور دارند. این خودش نقض حریم فضایی کشور ما است. این باید توقف داده شود. به استقلالیت ما احترام گذاشته و توافق نامه دوحه عملی شود.
انجام این حمله ها و ادامه گشت زنی های هواپیما های بی سرنشین در فضای افغانستان نگرانی های را به میان آورده است. تا کنون مسیر ورود هواپیما های بی سرنشین در فضای افغانستان مشخص نشده، اما حکومت سرپرست مدعی است که این هواپیما ها از مسیر پاکستان وارد حریم فضایی افغانستان می شوند. صادق شینواری آگاه مسائل نظامی می گوید که این وضعیت سبب شده است تا فضای افغانستان مسئول نباشد و هر لحظه امکان حمله های هوایی وجود دارد. اومی افزاید حالت به شکل مبهم مانده است و از لحاظ فضا ما امنیت و مسئولیت نداریم. هر لحظه امین هواپیما ها می توانند هر عملی را انجام بدهند و هر کس را که بخواهند می توانند از بین ببرند. حمله های هوایی و ورود آمریکا بر حریم هوایی افغانستان یکی از نکات مبهم توافقنامه دوحه است که آمریکا و حکومت کنونی افغانستان پیوسته هم دیگر را به نقض آن متهم می کنند. بر بنیاد توافقنامه دوحه، حکومت سرپرست امارت اسلامی در 5 مرحله مکلف و مبارزه با تروریسم در افغانستان است. امارت اسلامی اما همواره از پابندی خود به این تعهد تاکید کرده است. این در حالی است که بیشتر مقام های ارشد حکومت آمریکا و شمول جو بایدن و وزیر دفاع حکومتش بر دوام تعقیب تروریسم در افغانستان تاکید کردند. و در پایان، منابع در بدخشان میگویند که مسئول امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی شهدای این ولایت برای جمع‌آوری آلات موسیقی خانه ها را تفتیش کرده است. یک منبع در این ولسوالی بر روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان یک شنبه 13 استانبول تعداد آلات موسیقی را جمع‌آوری کرده بودند، در ملای آن با آتش زدند. و گفته منبع، ملا حفیظ الله مسئول امر به معروف طالبان در ولسوالی شهدا هشدار داده است کسانی که آلات موسیقی داشته باشند مجازات خواهند شد. طالبان پیش از این هم در برخی از ولایت‌های دیگر آلات موسیقی را با آتش کشیده و هنرمندان را تحقیر کردند. این گروه آوازخوانی و شنیدن موسیقی را آرام می دانند. در حال حاضر پخش موسیقی از رسانه های افغانستان ممنوع است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.